سلام قرار یک آموزشی رو داشته باشیم درباره فلش یا نصب رام برای گوشی های با پردازنده مدیاتک دلیل این آموزش اینه که درصد بسیار زیادی از گوشی های آلازر بازار پردازنده از آیسی مدیاتک دارن استفاده میکنن منظورم از پردازنده پردازنده سی پی یوه. خیلی از برند ها دارن روی این پردازنده کار میکنن از شیامی، سامسونگ، الژی و خیلی مدل های دیگه گرفته و حتی گوشی های چینی مثل بعضی از تبلت هایی که میبینین حتی تبلت های لنوو، ایسوز و امثال اینها. شما وقتی که نحوه کار روی رام این مدل از گوشی ها رو یاد بگیرین یعنی درصد بسیار زیادی از گوشی ها رو میتونین پشتیبانی کنین برای اونها نصب رام انجام بدین اونها رو آپدیت کنین و به اصطلاح فلش کامل انجام بدین خیلی از گوشی ها دوچار مشکلاتی میشن و این مشکلات مشکلات نرم افزاریه و خیلی وقتا با ریست فکتوری و بازنشانی به تنظیمات کارخانه مشکلشون حل نمیشه و باید رام یا فایل اصلی سیستمی اونها تغییر پیدا کنه یا آپدیت بشه یا دنگرید بشه یعنی کاهش پیدا کنه و یا نه همون نسخه مجددا نصب بشه تا مشکل حل بشه و شما میتونین از این آموزش برای این مدل از گوشی ها یعنی گوشی هایی با پردازنده مدیاتک استفاده کنین البته قبل از انجام این کار به یک سری پیش هایی نیاز داریم پیش که ما داریم شامل یک سری درایورها هستند فایل های مخصوص پردازنده های مدیاتک و نرم افزاریه که با اون قراره این کار رو انجام بدیم پس بریم تا این آموزش رو با هم دیگه ببینیم اولین بحثی که پیشنیاز نیاز کار ما برای نصب رام برای گوشی های مدیاتکه این که اول از همه تشخیص بدین گوشیتون همچین پردازنده ای داره یا نه برای این کار نرم افزارهای مختلفی هست مثلا میتونین از نرم افزاری مثل سی پی استفاده کنین روی گوشیتون نصب کنین و مدل پردازنده گوشیتون رو تشخیص بدین به غیر از این روش های دیگه ای هم هست مدل فنی گوشیتون رو بدونین برای این کار خیلیاتون اطلاع دارین که ما میتونیم با نگاه کردن به قسمت پایینی پشت فریم این کار رو انجام بدیم الان به عنوان مثال من برای این مدل گوشی این قسمت پایین میتونم مدلش رو بخونم مدل فنیش رو به غیر از اون جای دیگه هم اطلاعات رو مینویسن توی بعضی از سونی های قدیمی به صورت نواری بغل گوشی قرار داشتی یا مثلا داخل فریم گوشی روی برد یا روی فلت صفحه نمایش و امثال اینها نوشته میشه این مدل فنی و از اون میتونیم استفاده کنیم مدل فنی رو وقتی که پیدا کردین تو سایت های مختلفی میتونین نگاه کنین که پردازنده گوشی چیه سایت هایی که میشه نگاه کرد سایت های فروشگاهی هم هست مثلا مثل دیجیکالا ایمالز وقتی که اطلاعات گوشی رو بدین در قسمت چیپست این اطلاعات نوشته میشه یک سایت خارجی هم معرفی میکنم که مرجعی کاملی برای اطلاعات مختلفی گوشی از نظر سخت افزاریه و این سایت سایت جی اس ام که میتونین از این سایت برای تشخیص پردازنده استفاده کنین من سرچ میکنم جی اس ام و داخل سایت میرم این سایت بسیار سایت کامل و بروزیه که خیلی از اطلاعات مختلف رو درباره گوشی در اختیارتون قرار میده و یکی از مهمترین چیزها همین بخش پردازنده است که وقتی که سایت بالا میاد در قسمت سمت چپ شما میتونید بر اساس مدل فنی این کار انجام بدین یا نه مدل گوشیتون رو سرچ کنین الان من از قبل وای 9 2019 هواوی رو سرچ کرده بودم و بریم پردازنده این گوشی رو ببینیم همین که قسمت توضیحات این صفحه باز شد من میگردم توی بخش پلتفرم و همونطور که میبینین هم در مورد سیستم عامل گفته میشه OS Operation System و هم در مورد پردازنده که برای این مدل مدل جدید هواوی ها کایرین ها نوشته شده که میتونیم طبق همون مدل رو تشخیص بدیم اما به غیر از اون برای مدل های قدیمی چی مثلا یک مدل قدیمی رو من سرچ میکنم الان گوشی هواوی وای 600 رو سرچ کردم و این رو ببینیم پردازندش چیه همونطور که میبینین توی قسمت پایین برای این توی قسمت چیپست نوشته مدیاتک اینجوری بهتون بگم بیشتر گوشی های پایین رده و قدیمی هواوی ها بیشترشون پردازنده مدیاتک استفاده میکردن برای همین نرم که میخوام معرفی کنم توی این نسل ها بسیار کاربرد داشت و هنوز هم که هنوز از این نرم افزار استفاده میشه برای برند های مختلف با این پردازنده یعنی مدیاتک اما مرحله بعدی کارمون اینه که من درایور گوشی و درایور پردازنده رو روی سیستم نصب کنم درایور گوشی برای شناسوندن گوشی به سیستم و درایور پردازنده یعنی مدیاتک برای شناسایی انواع مختلف مدیاتک ها با کدهای مختلفه برای این کار من درایورها ها رو از قبل دارم و بهتون نشون میدم و نحوه نصبش رو هم بهتون میگم اینجا توی قسمت فایل های خودم دنبال درایور هواوی اول از همه میگردم میخوام برم سراغ نصب رام برای گوشی هواوی گفتم روی تمام گوشی های مدیاتکی که میتونی این کار رو انجام بدیم حالا که من دارم روی هواوی کار میکنم بس درایور هواوی نصب میکنم هواوی موبایل درایور و برنامه رو باز میکنم این مدل از درایور اینجوریه که ورژن قبلی خودش رو پاک میکنه تا جدید نصب بشه برای همین روی عبارت yes میذارم و آن اینستال در حقیقت درایور قبلی رو پاک میکنم تا جدید رو نصب کنم و فینیش حالا توی مرحله نصب قرار میگیریم نیکس آی اگری نیکس توی درایور سی داریم نصب میکنیم و اینستال درایور نصب میشه البته برنامه درایور و بعد از اون تیک ران درایورز تول رو وقتی که میبینم و وقتی که تیک ران درایور تولز رو میبینم روی فینیش میزنم اینجا برنامه باز شده و روی اینستال درایورز میزنم یعنی تازه دارم درایور رو نصب میکنم اول برنامه رو نصب کردیم و الان اصل درایور رو روی اینستال درایورز میزنم و بله درایور هواوی به راحتی نصب شده مرحله بعدی که شما کار دارین و باید انجام بدین نصب درایور پردازنده گوشیه و اینجا من از قبل درایور میدیاتک رو دانلود کردم البته از نوع اوتو اینستالر یا نصب خودکار شما اگه اوتو اینستالر رو دانلود نکنین یعنی فایل هایی رو دریافت میکنین که اجزای داخلی سیستمی و مجبور میشین از دیوایس منجر اقدام کنین برای نصب اما اگه اوتو اینستالر رو دانلود بکنین اینن طبق فایل هایی که من دارم و به صورت کد CMD برنامه ساخته شده اپلیکیشنی طراحی شده که بدون زحمت خودکار روی هسته سیستم نصب بشه Mediatek Drivers Install برنامه با کلیک راست و ران از ادمینیستریتور اجرا میشه به این میگه که میخوای ادامه بدی روی یکی از کلیت ها کلیک کن و من مثلا اسپیس رو فشار بیدم و الان درایور مدیاتک داره روی سیستم من نصب میشه خیلی راحت این اتفاق میفته و بعد از نصب هم برای من پیام میاد که اگه مشکلی نداری و نصب انجام شد و کامپلیت رو دیدین روی یکی از کلیت ها بزنیم برای خارج شدن و من مجددا اسپیس رو میزنم حالا نوبت اینه که به مرحله بعدی بریم و مرحله بعدی ما انتخاب فایل مناسب برای گوشی و البته انتخاب فایل مناسب بر اساس نوع نرم افزاره منظور من چیه؟ شما وقتی که یه گوشی سامسونگ رو میخوایم فلش بکنین حتما توی توضیحاتش دقت کردین که فایل ها انواع مختلفی دارن AP, BL, CP و CSC اگه یک سامسونگ با پردازنده میدیا دانلود کنین تا زمانی که فایل دانلود شده مناسب با نرم که الان میخوام معرفی کنم نباشه با این نرم افزار هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی فایلی که شما باید دانلود کنین فایلیه که مخصوص مدیاتک هاست و نام فایل از نوع اسکتره فایل هایی ما داریم از نوع اسکتر الان من اینجا یک مدل لنوو رو دارم و فایلش رو که میبینم انواع مختلفی داره اما فایل اصلی که مد نظر منه اسمش هست MT6582 بر اساس کد پردازنده اندروید اسکتر پسوند این فایل هم TXT تکست و شما باید به نرم افزار این فایل رو معرفی کنین پس اگه یک گوشی دارین پردازنده مدیاتکه و فایلی دانلود کردین همچین شکلی نبود و این نام رو در داخل خودش نداشت اون فایل برای این نرم افزار ساخته نشده و قابلیت استفاده نداره برای همین من میرم سراغ فایلی که میخوام باش کار کنم یک مدل دیگر رو هم بهتون نشون میدم که این هم به همین شکل اگه دقت کنین هم از نظر چینش انواع فایل ها و همین که فایل اسکتر با پسفند تکس داکیومنت در لیست فایل ها قرار داره پس این مخصوص نرم افزاریه که ما میخوایم الان ازش استفاده کنیم بعد از اینکه مدل فایل فلش رو تشخیص دادیم نوبت میرسه به نرم افزار و نرم افزار ما اسمش هست SP فلش تول اسمارت فون فلش تول نرم افزاریه که فقط و فقط برای گوشی های با پردازنده مدیاتک طراحی شده بماند که دستگاه های غیر از تلفن همراه ها هم سپورت میکنه مثل مودم های جی بی البته باز به شرطی که فرمت فایل و نوع فایل با اون یکی باشه به همدیگه بخوره مثل همین اسکتر دات تیکستی همخونی داشته باشه بریم برنامه رو ببینیم من اینجا چند تا از ورژن های این نرم رو دارم دلیل این کار اینه ممکنه یکی از ورژن ها با مدل گوشی تو یا نسخه اندرویدی سازگاری نداشته باشه و مجبور بشی با این نسخه دیگه این تست رو تکرار کنی برای همین من الان 5 تا از ورژن ها رو دارم اینجا البته میتونین باز هم ورژن های بیشتری داشته باشین زیاد مهم نیست همیشه سعی کنین با آخرین ورژنش کار کنین و نسخه از فلش تول اسپی رو تهیه بکنین که از پسبند TXT پشتیبانی بکنه ما نسخه هایی از نرم افزار اسپی فلش رو داریم با فرمت های XML کار میکنن و اونها مناسب کار ما نیستن توی این مرحله من نرم افزار سری V5 ورژن 5 رو و این نسخه که من دارم استفاده میکنم 1548 استفاده میکنیم پوشه رو باز میکنم مهمترین بخش این توضیح اینه که نرم افزار نیاز به نصب نداره پورتابله و شما داخل پوشه که رفتین فایل اجرایی اپلیکیشن اجرایی رو شروع میکنین ران کردن اجرا کردن و به اون کار کردن الان این برنامه ای منه نوشته شده اپلیکیشن و روشم نوشته شده فلش دول پس نوبت میرسه به این که من این برنامه رو اجرا کنم ترجیحاً در حالت ران از ادمینیستریتور کلیک راست ران از ادمینیستریتور برنامه که اجرا میشه به دلیل اینکه من آخرین بار یک فایلی رو بهش معرفی کردم یک آدرسی رو در داخل خودش قرار میده و بهت نشون میده این آدرس و اینهایی که میبینی اینجا فایل قبلیه که من قرار دادم اگه شما الان یه آدرس جدیدی بهش بدین و فایل جدیدی بدین دفعه بعد که نرم افزار رو باز کنین آخرین آدرس رو بهتون نشون میده و فایل هایی که آخرین بار توش قرار گرفتن پس من الان اگه بخوام فایل رو تغییر بدم تمام این آدرس ها و تمام این فایل ها ممکنه تغییر بکنم اما شما سراغ کجا میرین اگه اولین بار بخوایم با این نرم افزار کار کنین بخش اسکتر تو نرم افزار پیدا کن توی بخش بالایی دو تا نوار داره که نوار دوم نوشته اسکتر لودینگ فایل یعنی فایل اسکتری که باید بارگذاری بشه روی اسکتر لودینگ میزنم و فایلی که میخوام رو انتخاب میکنم الان از پیشورز این فایل رو چون معرفی کرده بودم نشون داد و اگه من یک فایل دیگر رو قرار بدم توی نرم افزار تمام این آدرس ها تغییر میکنن مثلا همون لنووی که بهتون نشون داده بودم البته بماند که این پایین ما داریم .txt رو میبینیم و اگه روی all files قرار بدیم و فایلی به غیر از فایل تکست رو در داخلش قرار بدیم مثلا بین میبینین که ارور میده میگه از این فرمت پشتیبانی نمیشه The load scatter file is invalid ناشناخته است و شما رو مجاب میکنه دوباره بریم فایلتون رو بررسی کنیم و فایل با فرمت txt و نام اسکتر رو قرار بدین. پس من میام مجدد دنبال فایل فلش خودم میگردم و فایل رو داخل نرم افزار میذارم شما فایل اسکتر رو میدین اما نرم افزار بر اساس آدرس فایل اسکتر بقیه ی فایل های داخل پوشه رو پیدا میکنه شناسایی میکنه و در قسمت پایین نرم افزار لیست میکنه قرار میده در حقیقت فایل اسکتر یک نوع نقشه است که راهنمای فایل هایی که باید روی گوشی نصب بشن اینکه چطور نصب بشن در چه عادی چه اندازه‌ای و چه سرعتی و هر کدومشون کجا نصب بشن تمام این توضیحات رو داخل فایل اسکتر داریم همونطور که میبینین تمام این خط لوکیشن من تغییر کرده به آدرس فایل اسکتر دا تیکستی فایل جدید من یعنی پوشه لنوو اما من فایل فلش خودم رو مجدد آدرس دهی میکنم اون چیزی که قصد نصب کردن اون رو دارم و هر جایی که برین و دنبال فایل scatter.txt بگردین بدونین مقصدش ختم میشه به این نرم افزار یعنی sp flash tools فایل رو داخل نرم افزار میذارم و این از این برای شروع کار اینکه چطور گوشیتون رو فلش کنین سه تا سناریو رو خود نرم افزار براتون میذاره Download only, firmware upgrade, format all and download روی دانلود آنلی همون سناریوی فلش کردنیه که خود پیشفرز نرم افزار داره همین رو بتونشون میده توی حالت دوم فریمور آپگرید به روز رسانی فایل سیستمیه عموما کاربرد این گزینه برای زمانیه که فایل در حالت دانلود آنلی رو گوشیتون نصب نمیشه اول تو این حالت نصب میکنیم به روز رسانی اتفاق بیفته و بعد دانلود و فرمت حالا دانلود سناریویی که از دوتای قبلی قوی تره البته باعث پاک شدن سریال گوشی میشه گوشی هایی که در حالت قبلی و قبلتر اون فلش نمیخورن در این حالت ممکنه فلش بخورن ولی گوشی وقتی که بالا بیاد و شماره ستاره مربع صفر مربع رو بگیرین آی می به شما نشون داده نمیشه چون سریال گوشی پریده طبیعتا من روی همون دانلود آنلی میذارم و میخوام گوشی خودم رو فلش کنم اما چطور گوشی رو به سیستم وصل کنم شما برای اینکه این کار رو انجام بدین اول از همه باید نرم افزار آماده فلش کردن کنین گوشی رو در حالت خاموش به سیستم وصل کنین اصلا لازم نیست توی محیطی ببرین یه کاری بکنین البته بماند که این مرحله کار و این عملیات گوشی رو در حالتی میبره البته گوشی هایی با پردازنده مدیاتک رو که اسم اون هست پریلودر مود و ما در حقیقت داریم یه گوشی خاموش رو در حالت پریلودر مود فلش میکنیم من توی این مرحله روی دانلود میزنم با زدن روی دانلود نرم افزار آماده نصب رامه اما شما باید بعد از زدن روی عبارت دانلود گوشی رو وصل کنید همین کار رو انجام میدم کابل رو به سیستم میزنم و سر دیگه کابل رو به گوشی که میخوام فلش بکنم نکته ای که اینجاست بعضی وقتا ممکنه گوشی رو با کابل به سیستم وصل کنی نرم افزار شناسایی نکنه اون موقع میتونین از نگه داشتن ترکیب ولومها ها کمک بگیرین مثل نگه داشتن ولوم پایین اتصال کابل یا ولوم بالا و اتصال کابل این سناریو رو میشه تست کرد حالا من برای اینکه در حالت عادی این رو یه تستی انجام بدیم بدون نگه داشتن هیچ ولوم و کلیدی این کار رو انجام میدم و فقط کابل رو به سیستم متصل میکنم این اتصال رو برقرار میکنم و زمان میدم که سیستمم و نرم افزار گوشی رو شناسایی کنه یه مقدار شاید زمان بگیره برای همین صبور باشین تا این شناسایی انجام بشه گوشی شناخته نشده و من میخوام به غیر از کار ولوم و تست های دیگه برم سراغ یک سناریو برای گوشی های به نسبت قدیمی اونهایی که در پشتی جدا میشن و دسترسی به باتری داریم این کار رو بیایم تست کنیم روی دانلود میزنم و باتری گوشی رو خارج میکنم حالا کابل رو به گوشی متصل میکنم و بعد از اینکه کابل متصل شد باتری رو داخل گوشی میذارم این کار یکی از کارهایی که میتونه برای شناسوندن گوشی به سیستم خیلی کمک کنه منتظر میمونم سیستم من فعلا شناسایی کرده گوشی رو گوشی رو یه گوشه میذارم تا نرم افزارم این شناسایی انجام بده و توی این مرحله میبینیم که نرم افزار با نوار قرمز رنگ این شناسایی رو داره به هم نشون میده منتظر میمونم تا عملیات فلش به صورت کامل انجام بشه و خب این نرم افزار تونست گوشی من رو به راحتی فلش بکنه و با دانلود اوکی و تیکی که نشون داده میشه یعنی عملیات به درستی انجام شده و ما تونستیم یه گوشی با پردازنده مدیاتک رو خیلی راحت نصب رام براش انجام بدیم و اون رو فلش بکنیم در اینجا به پایان این آموزش رسیدیم اگه ما رو از یوتیوب مشاهده میکنین حتما ما رو سابسکرایب کنین و از فضاهای دیگه مثل آپارات حتما ما رو دنبال کنین تا با ویدیوها و آموزش های بهتر در خدمتون باشیم ممنون